آخر مقاله شیش فدرالیست رو نگاه میکنیم. Let the point of extreme depression to which our national dignity and credit have sunk. Let the inconveniences felt everywhere from a lax and ill administration of government. Let the revolt of a part of the state of North Carolina. The late menacing disturbances in Pennsylvania, and actual insurrection and rebellions in Massachusetts declare. ببینید وضع ما چی جوری شده، چی جوری به کجا رسیده. از یه طرف که قرضی که بالا آوردیم توی اینی که جنگو ادامه بدیم و اینا، جنگو برای انگلیس، الان داره کمرمونو میشکنه و احتراممونو و عزتمونو در مقابل در برابر کشورهای دیگه کم میکنه. بذارید این بیدولتی و بددولتی که داریم تو این ایالت ها باز دو مرتبه همین معرکه ایالت نورث کارولاینا و ایالت ماساچوست و ایالت پنسیلوانیا رو پیش بیاره. همونجوری که گفتیم راجع به ماساچوست بهتون گفتم که اون شیزز ریبلیون، خب داستان دانیل شیز رو که گفتم توی ماساچوست را افتاد که ماساچوست مالیات ها رو بردش بالا که میخواستش خزانش وزش خراب نشه و اینا، که تازه سربازایی که از جنگ انقلابی اومده بودن و همشون کشاورز بودن، ما پولی نداریم به شما بدیم، اومدید میگید نمیتونم قسط زمینتون رو، بدهی زمینتون رو بیارید با طلا و نقره بدید. میگم پول نداریم، پولی که داریم همین اسکناس های قلابی که دادید بهمون، الان هم بیارزش شده. پاشدن و خلاصه یه شورشی کردن و میگه ببینید این شورش رو خوب یادتون باشه، نورث کارولاینا، کارولاینای شمالی و پنسیلوانیا یه همچین اتفاقای جزئی اتفاق افتاده بود، نذارید که از این معرکه ها تو هر ایالتی بیفته و اون وقت اصلا این اعتبار کمی هم که داریم در مقابل در چشم کشورهای دیگه این هم تو سرش بخوره. خب فقط هر دفعه که گوش میدید من راجع به این ایالت و اینا حرف میزنم، توی فکرتون اینو بذارید کشور، الان این وضع کشورهای جهان رو نگاه بکنید، چجوری مردم و ما این شرایطی که دولت مردای مختلف درست کردن، چجوری مردم رو حالت عصبانی و با عصیان کشیدن. مردم همش فکر میکنن که الان مرزای کشور رو ببندن وضعشون بهتر میشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه اینایی که بالا سر نشستن، دولت دارن و دولت مردن و اینا دارن با بانک ها و اینا حسابی میقاپن و میرن جلو، دزدیشون رو میکنن. خب فکر مردم نیستن، مردم هم اینو یادشون رفته که به اندازه کافی نعمت پروردگار برای همه هست. خب برای همه به اندازه کافی هست، ولی به خاطر اینکه حواسشون رفته که اینایی که حسابی دارن پولو تو جیب میزنن، اونان که راضی نمیشن که مثلا میلیون میلیون ببرن، میخوان 50 میلیون 50 میلیون 100 میلیون 100 میلیون بیلیون بیلیون ببرن. اینو ما باید گول نخوریم، ما میتونیم متحد بشیم، فقط بایستین چشمامون رو وا کنیم و قلبامون یه ذره کینه پاک بکنیم. So far is the general sense of mankind for corresponding with the tenets of those who endeavor to lull sleep are apprehensions of discord and hostility between the states. In the event of disunion, that it has from long observation of progress of society become a sort of axiom in politics. The vicinity or nearness of situation constitutes
nation's natural enemies. An intelligent writer expresses himself on this subject to this effect. Neighboring nations, says he, are natural enemies of each other unless their common weakness forces them to league in a confederate republic, and their constitutions prevents the differences that the neighborhood occasions, extinguishing that secret jealousy which disposes all states to aggrandize themselves at the expense of the neighbors. This passage at the same time points out to the evil and suggests the remedy. این نقل قولی میکنه از این عبید مابلی. خب میگه اصلا کشورها وقتی نبش همان همسایه‌اند، اینا اصلا انگار توی ژنشون دشمنی گذاشته شده. همش فکر میکنن که یه طوری تو سر هم بزنن، استفاده سو استفاده بکنن اینا، مگر اینکه این کشورها تصمیم میگیرن، یه فدرال کنفدرال اینجا میگه، میگه بیان متحد بشن و یه سیستم کنفدرال فدرال درست بکنن که این شک و تردید و این جلسی رو بهتون گفتم، حالت حسادت نیست، حالت شکه، چون لغت رو اینجوری استفاده میگه، اینا یه مقداری شکشون کم بشه، به هم دیگه بیشتر اطمینان داشته باشن که لشکرکشی به هم نمیکنن، اینجوری وضعشون بهتر میشه. پس اینم همیلتون هم اینجا میگه، اول این پاراگراف میگه so far as is the general sense of mankind for corresponding with the tenets of those who endeavor lawlessly or apprehensions of discord. میگه اونایی که میخوان خوابمون بکنن با اینی که بگن نه آقا جنگ بین این ایالت ها نمیشه و اینا، میخوان خمارمون بکنن با این حرف های سوست، میگه گوله اینو نخورید، بیاید برای این حرف آقا این مبلیه گوش بدید که حرف عاقلانه ای زده که دوای دردش هم بهتون میده. At the same time points out the evil and suggests a remedy. دوای این دردو براتون میده که بایستیم بیاید با هم دیگه یه اتحادی را بندازید. خب این یه جزوه دیگه ای از این کتابای فدرالیست گفتم که اینا خب پیشنویسای زیادی داره برای اینه که آدم خوبه نگاه بکنه ببینه این اساتید چی گفتن، برداشتشون چیه از این مقاله فدرالیست و اینا. خب مقاله 6 تموم شد و من داشتم به این کتاب نگاه میکردم، به یکی از مقالهاش که مال این کمپانی اشگیت یه مقاله داره، یکی از مقاله های شروعیش راجب این آقای یوهانس آلتوسیوس که میگن یکی از اولین متفکرین راجب سیستم فدرالیسم صحبت کرده. مقالهش رو خوندم، چیز جالبیه چون در اواخر قرن 16 و اوایل قرن 17 زندگی میکرده و درست همون جایی بود که پروتستان ها و کاتولیک ها شروع کرده بودن به جون هم دیگه افتادن و اینا، و ایشون هم تفکرش بیشتر از فکرهای جان کلوین میزنه بیرون، اقتباس از ایشون میگیره و سیستم فدرالی که صحبت میکنه و کنفدرال و اینا خیلی جالبه دیدش به اینی که ادیان مختلف میتونن توی مناطقی باشن که فدرال شده، متحد شدن و اینا. و یه پاراگراف داره که میگه دیدش راجع به مثلا اینی که مثلا انسان ها خب از اول گناهکارن دیگه، چون به دید این مسیحی ها، مخصوصا مسیحی های پروتستان اون زمان، همه با این لکه گناه به دنیا میان. خب بعد که وقتی ور میداری یکی دوتا خط رو میخونی که دیدش چی و اینا، که خیلی جالبه اصلا انگار دیده
اسلام و راجب اینه که ما همیشه چی میگن تو انگلیسی میگن forgetful، ما همیشه فراموشکاریم، راه راستو که پروردگار به همون یاد داده ما فراموش میکنیم و این برون بر میریم سر به گناه میزنیم اینا. این جالب بود یه پاراگراف اینو خوندم، در هر حال گفتم کتاب های شبیه اینو آدم باید مطالعه بکنه که یه مقداری بیشتر به سیستم فدرالیزم توی دنیا آشنا بشه. من البته فقط دو سه تا مقالش رو خوندم، کلی مقاله این تو هستش. این پاراگرافی هم که الان داشتم راجبش صحبت میکردم با این لغات شروع میشه: These ideas depend on Althusius's conception of mankind. دیده Althusius به بشر. Althusius takes it for granted that the perfect human condition has been destroyed through the fall of man. خب اینه که میگیم انسان اول آدم گناه، حضرت آدم گناه کرد و باعث فالش شد، باعث شد که این لکه ننگ رو اینطوری که دین این مذاهب مسیحی میبینن، مخصوصا پروتستان ها، این لکه رو به جامعه بشری و هر انسانی خب این لکه رو بیاره باش، یعنی لکه گناه گریبانگیر همه مردم دنیا بشه. ولی همینجور که ادامه میده: Nonetheless, all natural laws through divine creation are engraved in the human heart and should prevent people from doing evil. Usually, however, these natural laws are submerged. اینجا submerged یعنی فراموش میشن. خب شبیه یه کشتی که زیر دریایی که میره زیر آب سابمرج میشه دیگه پیدا نیست. ما منتها توی اسلام میگن فراموش میشه، اینم همون حالت رو استفاده میکنه. Men concerns themselves with worldly matters and are unable to live according to their original nature. این مردم فراموش میکنن که اون ذات اصلی که پروردگار بهشون داده، از اون میزنن کنار و راه راست رو نمیرن. اصلا جالبه این تشابهات آدم نگاه بکنه و بعدش میبینید که یه جایی میگه اگه مثلا کاتولیک بود توی مملکتتون یا خطه زمینی که شما هستی، کاتولیکا و یهودیا مثلا اونا میتونن باشن، ولی بایستین جدا باشن از بدنه اصلی جامعه که پروتستانته. مثلا یهودی ها نمیتونن سینگاگ داشته باشن، معبد و جای پرورش جای عبادت. خب نگاه که میکنید این دیده، بعد همینجوری که نگاه میکنید همین دیده بعد حتی 200 سال بعدش توی کشورهای پروتستان و اینا داشتن ها. اینی فقط یادتون نره این پروتستان ها و کاتولیک ها اصلا به هم دیگه اعتماد و اعتبار نمی دادن، اعتماد نمی کردن به هم دیگه. حساب کاکوداری آدم این تاریخ آمریکا رو می خونه یا تاریخ غرب رو می خونه، متاسفانه این غربی ها وقتی تاریخ های کتاب تاریخ می نویسن خیلی این چیزها رو ماسمالی می کنن. مگه اینکه خب میرید قشنگ می بینید به این نکات خیلی رسیدگی شده تو کتاب های مثلا حرفه‌ای، نه اینکه قایم بکنن سوء تفاهم نشه، ولی منظورم اینه که وقتی نگاه میکنن یه جوون غربی که میشینه این چیزها رو میخونه توی تاریخ‌های دبیرستانی اینا، زیاد اصلا نشون نمیدن، یادشون نمیدن که چجوری مثلا پروتستانا نسبت به کاتولیکا و یهودی ها دیدشون بود. خوب آدم اینا رو توجه بکنه، نذاره که این مثلا تاریخ ماسمالی بشه، آدم باید حقیقت رو نگاه بکنه. با اجازه.